دیر شد ولی درست شد. به نام خدا. سلام، اینجا رسانه ایران جشنواره برج میلاد و 42مین جشنواره فیلم فجر. حسین ریگی کارگردان فیلم میرو، سینما بدهیشو به سیستان و بلوچستان نداده ولی داره این کارو انجام میده. این فیلم، فیلم مادرانه. من خودم پدر هستم، کم حضور دارم در زندگی فرزندم. قطعا مادران این سرزمین بیشترین آموزگار، بهترین آموزگاران و بیشترین آموزگاری هستن که وقت میذارن برای بچه ها. نحوه انتخاب بازیگراتون به چه شکل بوده؟ چون از نابازیگرها و بازیگرهای حرفه استفاده کردید، حتی از بازیگران بلوچ هم استفاده کردید، دمتون گرم. فیلم هایی که ساخته شده بود بیشتر، حالا غیر از امین میری، امین گلستانه، ایوب افشار که تو فیلم ها بازی میکردن و دیده شده بودن، بچه های دیگه کمتر دیده شده بودن. خب این دوستان که به صورت حرفه‌ای کار میکردن، تو نقش های خوبی هم بازی کردن توی سینما، ولی بچه های دیگه در حد هنرور، در حد عبوری بودن و من دوست داشتم که بچه هایمون در نقش بازیگر حضور داشته باشن، دیالوگ داشته باشن، سکانس داشته باشن. سودابه بیضایی یکی از بازیگران این فیلم، ازش پرسیدن که شما اصالتاً شیرازی هستید، چه چالش هایی برای لهجه این فیلم داشتید و آیا امیدی دارید برای گرفتن سیمرغ؟ هنوز به اون فکر نکردم، ولی در مورد لهجه من واقعا وقت زیادی نداشتم برای رسیدن به لهجه. بکنم یک هفته، 10 روز، نمیدونم، خیلی زمان کمی داشتم. قبل از اینکه سر این فیلم باشم یک بار فقط به اون منطقه سفر کرده بودم، بنابراین زیاد آشنایی در مورد لهجه و فرهنگ اونجا نداشتم. فیلم هایی که برای سیستان و بلوچستان ساخته شده یا اسلحه بوده یا قاچاق بوده، اما این تنها فیلمیه که درست ساخته شده. اولین باره که از بلوچ، از جغرافیای بلوچستان، از مردم بلوچستان، از لباس بلوچستان به درستی استفاده شده. ما نمیگیم قاچاقچی نیست، هست. ما نمیگیم آدم بد نیست، هست. خب اما تا حالا هر فیلمی ساخته شده، از زمان شاه بگیر فیلم بلوچ تا بیا فیلم قافله، تا بیا فیلم فلان 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 فلان، این اولین فیلمیه که به این مردم اصیل ایرانی توهین نشد. امیررضا دلاوری یکی از بازیگران این فیلم گفت که من به تازگی گزیده کار شدم. من سالهای اخیر خیلی گزیده کار شدم. در واقع اگر که این اتفاق نمی افتاد، امسال توی جشنواره من غیر از این فیلم 2 فیلم دیگه هم داشتم، اما ترجیح دادم که این فیلم رو انتخاب کنم و این نقش رو انتخاب کنم، برای اینکه همیشه برای من اقوام ایرانی و گویش های ایرانی، لهجه های ایرانی چالش برانگیز بوده. سوال اینجاست که این فیلم میتونه اکران عمومی داشته باشه؟ و جالبتر این که سیستان و بلوچستان هیچ سینمایی برای اکران فیلمی که توی شهرش ساخته شده نداره. همش به من میگن چرا تو فیلمات اکران نمیشه. خب فیلم کودک و نوجوان هیچ وقت سینمادار وقتی میتونه یه فیلم طنز، فیلم اجتماعی پر التهاب و اکران بکنه، من هم باشم اکران نمیکنم. من که میگم من نوعی سینمادار رو این وجود داره، یعنی این ما باید به این چرخه فکر کنیم. من فکر میکنم اگر ما این فیلم میتونه ارتباط برقرار کنه، و ما نیاز داریم یک زنگ سینما در مدارسمون، همونجوری که زنگ ورزش داریم. دعای مادر پارتی من بوده. شبتون بخیر. مهمترین پارتی من که واقعا میخوام بگم دیگه، اقراق کنم که اینجا هستش، دعای مادر منه که اونجا نشسته. خدا حفظشون کنه.